امروز میخواهم درباره شفای زخم هامو صحبت کنم یک چیزی که من در زندگی مسیحی یاد گرفتم اینه که اگر واقعا سعی کنید برای او زندگی کنید زمانهایی وجود دارن که صدمه میبینید شما آسیب رو تجربه میکنید زخم هایی که خودمون باعث آن شدیم و آسیب هایی که دیگران شما رو آزار دادن اما زخمایی خواهد بود و این بسیار جالبه ما به آیه از کتاب مقدس از عبرانیان باب 12 در طول زمان پرستشمون نگاهی انداختیم در آیه 13 این چیز بسیار جالب و میگه میگوید برای پایهای خود راههای راست بسازید تا کسی که لنگ باشد از طریق منحرف نشود وقتی اولین بار شروع به دویدان و تمرین کردم من به پیش مربی سابق دبیرستانم رفتم و درباره اون با او صحبت کردم یکی از چیزهایی که گفت حالا مسنتر هستم او گفت سامی نیاز داریم مکانی صاف برای دویدن مکانی نرم برای دویدن جایی که گودال های بسیار وجود ندارن پیدا کن چون وقتی مسنتر میشیم این گرایش هست که ما به ما آسیب برسونیم اگر بر سطحی به دوید که خوب نباشد او چی میگفت او این رو به ما به عنوان یک مسیحی میگفت وقتی میگوید مکانی را که میدوید صاف کنید مطمئن شوید در راهی میدوید که راه خدا برای شما هست نه یک مسیر کج خدا رو آزمایش نکنید خدا نمیخواد به بیرون برید و خودتون رو در وسوسه قرار بدید وسوسه به اندازه کافی وجود دارد که سر راه شما بیاد پس در راهی صاف که خدا برای شما داره بدوید بعد در مرحله دوم زمانی که جراحات میان شما میخواین اون جراحات رو التیام بدید چگونه اون صدمات رو شفا میدید چگونه انجام میدید اول از همه تنها با فیض خداست فیض خدا معجزه آساس فیض خدا میتونه ما رو التیام بخشه قدرت خدا میتونه ما رو لمس کنه وقتی صدمه دیدید حالا یک جراحت میتونه از کاری که شاید انجام دادید بیاد شاید یکی از حقایق خدا برخی از کلام خدا رو نقص کردید صدمه دیدید شکست خوردید شما بر روی صورت خود افتادید و نمیتونید بلند بشید خب اون کمی زمان میبره اما خود شما رو شفا میده و به شما قوت میده و تا برگردید و در آن مسابقه بدوید دومین چیزی که وقتی ما صدمه میبینیم اتفاق میفته اینه که کسی چیزی میگه یا بر ضد ما انجام میده که ناراحتمون میکنه این نقاط ضعف رو در درون داریم و اون ما رو پاره میکنه اذیت میشیم آزرده میشیم از هر چه که هست ما زخمی میشیم خب اونچه که باید انجام بدید اینه که به پیش عیسی برید و بر پای صلیب بگذارید یکی از چیزهایی که یاد گرفتم اینه که شفا از صلیب جاری میشه فیض از صلیب جاری میشه برای صلیب بود که عیسی گفت ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمیدانند چه میکنند بخشش از صلیب میاد وقتی ما به بخشش نیاز داریم اون بر روی صلیب هست وقتی ما نیاز داریم دیگران رو ببخشیم ما به عیسی نگاه میکنیم او به ما فیض فوق العاده ای میده تا دیگران رو ببخشیم و اون جراحات شفا مییابند برای زخمتون شفا بگیرید پای خود رو در راه راست قرار بدید اجازه ندید اونها مجروح بشن وقتی اینطور میشه وقتی صدمه میبینید شما با فیض خدا بدوید و فیضش برای التیام زخم‌های شما کافی خواهد بود